بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. تصویری که از شعر امروز در ذهن بنده هست و بود و سال گذشته هم اون رو گفتم، امشب این تصویر روشنتر و تثبیت‌تر شد. شعر به حمد الله در کشور ما رو به پیشرفت و رو به اوج، به معنای واقعی کلمه، نه به فقط به معنای کمیت. این رو باید قدر دانست و باید دنبال کرد. چند نکته من عرض می‌کنم. یکی این که شعر رسانه است. امروز در دنیا چالش‌ها و درگیری‌ها چالش‌های رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه‌ها هستند که تأثیر می‌گذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه‌ای است. هر کس رسانه‌ای قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره، هر هدفی، موفق تر خواهد بود. بنابراین تکلیف شعر و شعرا معلوم شد. این رسانه رو ما ایرانی ها که میراث شعریمون در دنیا کم نظیره، علتی که نمیگم بی نظیر چون اطلاع ندارم، من از خیلی از تمدن ها و اینا خبری ندارم. تا اون مقداری که من میدونم، البته نظیری براش من نمیشناسم الله میراث شعری، جز حالا شعر عربی، البته اونم خیلی برجسته و دارای اوج. خب ما بنابراین با این میراث ادبی و شعری، سلاح رسانه‌ای شعریمون قدرتمند و قوی و اثرگذار و نافذه. نکته بعدی این است که این اثرگذاری شرط داره. شرطش این است که شعر به معنای واقعی کلمه هنر باشه، هنری ساخته شده باشه. شعرهایی داریم که اسمشون شعر، لکن در اونها مایه هنر یا نیست یا خیلی کمه. اینا اثرگذار نیستن. شعر بایستی اثر هنری باشه. در شعر فارسی شما ببینید، مثلا شعر حافظ که در واقع در اوج شعر هنری ماست، روی گوته اثر میذاره، رو اقبال اثر میذاره، رو کسانی که فارسی رو بلد نیستن اثر میذاره. اقبال فارسی بلد نبوده. اقبال معروف که دیوان شعر فارسی داره، این هیچ وقت فارسی نخونده بوده و خانوادش هم فارسی بلد نبودن. از همین طریق شعر حافظ و اینها با فارسی آشنا شده که توانسته اون دیوان شعر مفسر رو بسرایه به فارسی. این تأثیر شعر هنری اینجور اثر میداره، یا گوته و بقیه کسایی که شما کاملا میشناسید. خب حالا اگر بخواییم شعر هنری باشه، رو چی بیشتر باید تکیه کنیم؟ معلومه، روی جسم و روح، روی لفظ و مضمون. با الفاظ سست، با الفاظ چندان یعنی محکم و استوار و پرمعنا و اینها نمیشه اثر هنری ساخت. بنده گاهی تو بعضی از روزنامه ها شعرها رو میخونم که وقت انسان اگر بخونه انسان همشو، مثلا تیکه قطعه شعر رو غزل هست یا هرچی هست، آخرش واقعا عصبانی میشه آدم. فقط این اثرش عصبانی شدن و اوقات تلخی آدمه.
هیچ جنبه هنری الفاظ نداره. بونگه این مضمون، مضمون هم از موضوع برمیخیزه هم از کیفیت بیان موضوع برمیخیزه. شما اگر چنانچه یک موضوعی رو که موضوع قابل توجهی نیست در شعر بیارید، این شعر رو اعتلا نمیبخشه. اگر بیارید اما با نوع بیان بدی و اثرگذاری اون رو ذکر نکنید. شما ببینید خیلی از موضوعاتی که در اشعار مثلا صائب، من با مثال کلیم، این هندیگوها وجود داره، در اشعار دیگران هم هست، منتها کیفیت بیان اینها جوریست که شعر رو مرتبهش رو بالا میبره. بنابراین هم مضمونیابی و هم لفظ استوار، این دو عنصر لازمه. یک نکته دیگر در مورد پیامه. ما خب حالا مضمون رو انتخاب کردیم و الفاظ خوبی هم براش انتخاب کردیم، ما چه پیامی می‌خوایم به مخاطبمون بدیم؟ حالا مثلا فرض کنید بعضیا پیامشون عبارت از همین شکوه از وضع او که غالب شعرای طولانی در طول تاریخ همینجور بودن، یعنی کمتر شاعر رو شما پیدا میکنید که از وضع زمانه خودش گله و شکایت و اینا نکنه، بعضی شدیدتر بعضی کمتر. اینا پیامی نیست که برای مخاطب یه معنای معتنابه و فایده قابل قبولی داشته باشه. بله حالا بعضی از اینها یه مقدار تاریخ رو نشان میده، همین اندازه، بیشتر نیست. لکن اونی که مورد نظر هست که میتوانه پیام خوبی باشه، پیام دینه، پیام اخلاق، پیام تمدن ما ایرانی ها، پیام ایرانیگری ماست. ما خیلی پیام داریم، خیلی حرف داریم برای گفتن، پیام های تمدنی بیشماری ما داریم که معارف دینی ما، معارف اخلاقی ما، معارف ایرانی ما، اینا همه چیزهاییست که قابل انتقاله. اینا رو بایستی در پیام ایستادگی شجاعانه ملت ایران، الان ملت ایران یکی از مایه‌های اعتبار ملت ایران ایستادگی شجاعانه او در مقابل ظلم در دنیاست، در مقابل زورویی، زیاده طلبی که مظهرش حالا آمریکا و صهیونیست‌ها و اینا هستن. صریح بدون ملاحظه، بدون اجمال موضع خودش رو بیان میکنه. خب این خیلی چیز مهمی است، این در دنیا خیلی مطلوبه. ما عناصر سیاسی کشورمون، بعضی از رؤسای جمهورها و دیگران وقتی به کشورهایی رفتن با مردم، حالا با دولت‌ها نه چندان نه، اما با مردم وقتی در مساجد در اجتماعات روبرو شدن، از این حرفا زدن، مردم به هیجان آمدن. من خودم در پاکستان یه سخنرانی در مقابل چند هزار رئیس جمهورشون نشسته بود، واقعا این جلسه‌ای بود که داشت همطور مثل نبضی که تپش داره و حرکت میکنه داشت حرکت میکرد، به خاطر مطلب، وقتی که استقامت ملت ایران و ایستادگی ملت ایران بیان میشه. و دیگرانی هم بودن که از همین قبیل بودن که ما شنیدیم و اطلاع داریم. بنابراین اینا رو باید منتقل کرد. پیام ما ایناست، پیام ایستادگی است، پیام تمدن، پیام اسلام. من اونی که در ذهنم هست، این جلسه ما جلسه سالانه، جلسه بسیار خوبی است، جلسه با برکتی است. برجستگانی هم تو این جلسه بودند و به جلسه آبرو دادند، همین بزرگانی که اسم آوردن، آقایون، اینها تو این جلسه می آمدن، حضور پیدا می کردن، شعر می خوندن و مکرر. و جلسه جلسه خوبی است. اون چی که من در ذهنم هست این است که این جلسه زینتی نباشه. نمیخوایم ما حالا یه جلسه‌ای بگیم حالا به عنوان اینکه حالا
چون در جمهوری اسلامی جلسه شعری مثلا در این ساعت تشکیل میشه، این نیست مسئله. میخواییم این جلسه امتداد داشته باشه، یعنی کمک کنه به مقاصدی که در زمینه شعر وجود داره، پیگیری بشه و حلقه های شعری، انجمن های شعری، محافل شعری تشکیل بشه و این مطالبی که در این جلسه مطرح میشه، حالا به یه نحوی، چه شما مطرح میکنید در شعرتون، چه بنده مطرح میکنم در عرایزم، اینها امتداد پیدا کنه. حالا من چند تا مثلا توصیه اینجا یادداشت کردم که اینا خیلی خوبه. یکی مسئله ترجمه است. ما لحاظ ترجمه ضعیفیم. بعضی از شعرهای معروف عرب در ایران شناخته شدن، همه میشناسن اینا رو، چون شعرشون به فارسی ترجمه شد. ما از شعرهای خودمون در کشورهای عربی، در کشورهای غیر عربی اثری ظاهرا نمیبینیم. حالا ممکنه من خبر نداشته باشم، اما تا اونجایی که من خبر دارم اثری نیست. چرا؟ خب این شعر شعر خیلی خوبیه، این باید در معرض استفاده افکار عمومی دنیا قرار بگیره، به قول شاعر می نابی، ولی از خلوت خم چو در ساغر نمی آیی چه حاصل؟ باید از شما استفاده بشه، از این شعرتون، از این بیانتون باید دنیا استفاده کنه، افکار استفاده کنه. یه مثال یعنی بریم، ما باید یه نهضت ترجمه شعر درست کنیم. ترجمه شعر هم با ترجمه نثر فرق داره. مترجم، چون میدونید شعر با شعر ترجمه نمیشه معمولا، با نثر ترجمه میشه. کسانی تلاش کردن که مثلا شعر مولوی رو به عربی ترجمه کنن و دیدیم که نتونستن. بنده دارم یه کتاب ترجمه عربی مثنوی رو دارم، من نگاه کردم گاهی نه، انصافا با اینکه اون شاعر هم شاعر خوبی بوده، عبدالعزیز جواهری کرام، برادر جواهری معروف، شاعر بزرگ معروف عراق، برادر بزرگ ایشون عبدالعزیز جواهری کلام بود که ساکن ایران بود، پیش بنده هم آمده بود، دیده بودمش. ایشون ترجمه کرده مثنوی رو، شاعر خوبی هم هست، اما نه، نمیتونه. شعر رو با شعر خیلی دشوار میشه ترجمه کرد. مرحوم سید بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم که از علمای قرن 13 هجری است، ایشون وقتی که به مرجعیت میرسن سفر پیاده ای از نجف میرن کربلا. علمای نجف این کارو میکردن گاهی که از نجف پیاده میرفتن کربلا. ایشون هم در اول مرجعیت یه سفر پیاده ای میره کربلا، یه عده همراهانش بودن. خود ایشون اهل شعر و اهل ذوق و شاعر و شاعره دیگه، شاعر به زبان عربی و زبان فارسی شعر میگه. چند نفر شاعر هم با خودش برده، یعنی اینم یه نکته ایست که یه مرجع تقلیدی در سفر بین نجف و کربلا بدون همراهی شاعر حرکت نمیکنه. سه چهار تا شاعر بود. یه منزلی میرسن، ایشون خسته میشه، دیگران میخواستن برن، ایشون میگفته من دیگه نمیتونم. بعد این بیت طالب و آملو رو میخونه: از ضعف به هر جا که رسیدیم وطن شد، و از گریه به هر سو که گذشتیم چمن شد. این شعر رو میخونه. اون شعرهای عرب میگن که چیه معناش، ایشون توضیح میده براشون، بعد اقتراح میکنه، میگه اینو بسازید. تو کتابها شعری که اونا ساختن هست که همین بیت طالب آملی رو اینا ساختن، ترجمه کردن به عربی، به صورت شعر ساختن، شعرهای درجه یک عرب هم بودن. وقتی آدم نگاه میکنه میره خب بین اونها و شعر طالب آملی شعرشون خیلی فاصله است. خود مرحوم سید مهدی بحرالعلوم هم خود ایشون هم میسازه، اونم ساخته هست اون کتابو. نمیشه با شعر ساخت، باید با نثر ساخت، منتها نثر شاعرانه، نثر گویا،
نصر قوی. کی میتوانه این کارو بکنه؟ کسی که به هر دو زبان مسلط باشه و به نظر من زبان مورد ترجمه زبان مادری او باشه. این باید باشه. به نظر من این کار مهمی است، کار دولت هم هست، یعنی این کار کار آحاد مردم و اینا نیست، کار سختی است این کار. بنابراین یک نکته توصیه ترجمه. یک توصیه دیگه ورود شعر به کتاب‌های درسی است که این مربوط به وزارت آموزش و پرورش. شعر رو بیارن تو کتاب‌های درسی هست، البته بیشتر از این باید بیاد و باید کودک از کودکی تا نوجوانی و تا جوانی با شعر انس بگیره. شعر بخش مهمی از تمدن ماست، از فرهنگ ماست، از معارف ماست. خیلی از معارف ما در شعر بیان شد و اینها. یه نکته دیگه اینجا من یادداشت کردم، تحریک حافظه ادبی مردم و خلاق کردن ذهن مردم و جوانان. ما حافظه ادبی مردممون ضعیف، یعنی در جاهای مناسب شعرهایی که باید به تناسب یادشون بیاد یادشون نمیاد، یعنی نمیدونن. گاهی شعرهایی میخونن یا غلط میخونن که گاهی تو تلویزیون هم ما میشنویم، تلویزیون نشستیم مجری یه شعری میخونه غلط که آدم اعصاب انسان خورد میشه. یه وقتی یه آقای موسیقیدان بود، پیرمردی، به من میگفتش که اینایی که آواز میخونن توی دستگاهی بعد خارج میرن مثل این است که یک میخی تو گوش آدم فرو میکنن، اینجوری آدم ناراحت میشه. حالا واقعا وقتی شعر رو غلط میخونن گاهی اوقات اینجوریست که مثل که یک میخی تو گوش انسان فرو میکنن. این نشون دهنده این است که حافظه ادبی مردم ضعیفه. این راه داره، این باید راهش رو پیدا کنن و جوری بشه که مردم با شعر انس پیدا کنن، آشنا بشن و اینها. این هم یه مسئله. عرض کنم که یک توصیه من به شعرهای عزیزمون به خصوص جوانها، مطالعه آثار شعری و برجستگی هاییست که در شعرها وجود داره. آثار شعری رو باید حالا میخونید شما، خب لابد حافظ، شاهنامه، مثلا خمسه نظامی، لابد اینا رو میخونید اگر بخونید و... اما خب فقط اینها نیست، ما شعرهای زیادی داریم که واقعا شعرهای برجسته‌ای دارن. همین شعرهای سبک هندی، همین شعرهای سبک وقوع، اینا واقعا شعرهاشون گاهی اوقات در اوجه، یعنی انسان حیرت میکنه از زیبایی شعر، یعنی واقعا انسان متحیر میشه که چقدر این شعر زیبا و پر نکته و خوش لفظ و پر معناست. اینا رو بخونن، کارهایی که کردن، هنرهایی که به خرج دادن، همین ماده تاریخهایی که گفتن بعضیا، واقعا انسان تعجب میکنه. توی همین قم، تو صحنه قدیم قم، صحنه کهنه قم، به اصطلاح صحنه کوچیک قم، یه کتیبه دور صحنه هست، کتیبه معجزیه، اسمش کتیبه معجزیه است. این هر بیت این قصیده، این هر بیتش ماده تاریخ ساخت این صحنه. 256 بیته، هر بیتش ماده تاریخ. و چیزای دیگه هم داره، جزئیات دیگه هم داره که من رو یادم نیست، مال قدیمه. وقتی دوتاشو با هم جمع کنن یه جوری میشه، ستاشو جمع کنن یه جوری میشه. اینا خب خیلی مهمه، خیلی. شعرم شعر محکمی است، یعنی شعر سبک اینجوری نیست، شعر بسیار خوبی است. بله، نخیر، مال عدیب الممالک نیست. نخیر، نه نه نه، اون مال عدیب الممالک نیست، این مال قبل از عدیب الممالکه. این حالا من اسم شاعرش هم میدونستم، یادم نیست الان، تقریبا معاصر محتشم و اینها، تقریبا شبیه اون چیز هست. اونی که ببینید صحنه کهنه، یعنی صحنه کوچک قم. قم دو تا صحنه داره دیگه، صحنه قدیمیش، صحنه کوچک که ایوان طلا درش هست و گنبد طلا درش هست و اینا. شما الان برید این کتیبه‌ای که در بالای صحنه نوشته شده، این کتیبه همین قصیده است
بهش اسمش هم میگن قصیده معجزیه، یعنی واقعا مثل معجزه میمونه. بله. خب اینا رو ببینن شاعرای جوان ما، ببینن شاعر قدرتش این قدرت لفظ و معناش رو نشون میده، نه اینکه بخوایم توصیه کنیم که حتما بزنم برید ماده تاریخ بگید، نه، توجه کنید که این شاعر چقدر قوی است که لفظ قوی، معنای متین با این محدودیت به وجود میاره، تولید میکنه. این خیلی مهمه. این هم یه نکته که خواستیم عرض کنیم. یه مسئله زبان فارسی است، پاسداشت زبان فارسی. زبان فارسی به نظر من کاملا داره مظلوم واقع میشه. حالا این اواخر یه کاری داره میشه، حالا بعضی ها در انجمن هایی کارهایی دارن انجام میدن، اما بیش از این ما احتیاج داریم به تقویت زبان فارسی. زبان فارسی زبان کششداری است، جزو زبان هایی است که میتوانه توسعه پیدا کنه، چون زبان ترکیبی است و ترکیب های زیبا. هیچ انسان گیر نمی کنه برای بیان هیچ معنایی، معنای دقیق علمی، معنای دقیق روحی، هر مفهوم دقیق و ظریفی رو با زبان فارسی میشه بیان کرد، با بعضی زبان‌ها واقعا نمیشه بیان کرد. بعضی از تعبیرات قابل انتقال هستن نیست. من یه وقتی گفتم شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم برباد رفته باشد. خب این دامن کشان گذشتی رو عربی چجوری معنا میکنی؟ دامن کشان گذشتی، اینو بخواییم ترجمه کنیم، بنده عربی واردم، چجوری میشه ترجمه کرد این رو؟ نمیشه ترجمه کردن، قابل ترجمه نیست. اما این یک مفهوم لطیف ظریف مهمی رو با همین کلمه دامن کشان تو این شعر آورده. یعنی یه چنین چیزایی در زبان فارسی هست، ما اینو از زبان فارسی غفلت داریم میکنیم. حالا ها متاسفانه هجوم زبان‌های بیگانه هم زیاد شده، زبان‌های اروپایی غربی، انگلیسی بالخصوص هجومش زیاد شده، همچنین بیدریق مصرف میکنن. به نظر من عکسش باید انجام بگیره، بایستی معادل‌های فارسی، ما هلیکوپتر رو تبدیل کردیم بالگرد، هم قشنگتر از هلیکوپتره، هم آسونتر از هلیکوپتره، هم ایرانیست، هم نشون میده بالگرد. البته افغانی ها این رو چرخبال معنا کرده بودن که درست نبود، بالگرد بهتر از چرخبال. بالگرد ما از این کارا خیلی زیاد میکنیم. من تو همین نوشته هایی که از آقایون چند نفر نوشته برای دیدار امشب برای من فرستاده بودن، یک کلمه ای دیدم خیلی خوشم اومد، رایان سپهر، مال شما بود آقای فیض؟ این نمیدونم کی این تولید کرده، این خب قشنگه، به جای فضای مجازی رایان سپهر، خب از این قبیل خیلی زیاده اینا. حالا به نظر عجیبم نیاد، این یه مقداری که عادت بکنه انسان میبینه خیلی قشنگم هست، و به نظر من این کار هم باعثی انجام بگیره، و امیدواریم که دوستان بتونن اینها رو دنبال کنن، یعنی واقعا نگذارن حجم لغات فرنگی در داخل زبان فارسی دیگه بیش از این بشه، یه مقداری کم کنن از این و زبان فارسی رو مثلا خلوصی بهش بدن، یک زبان ناب باشه، ناب فارسی باشه انشاءالله. به هر حال امشب شب خوبی بود، امیدواریم انشاءالله دوستان همه موفق باشن، اونایی هم که توفیق پیدا نکردیم شعرشون رو بشنویم، انشاءالله بعدها بتوانیم از شعرشون استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.